حکم اعدام 3 زندانی سیاسی هموطن کرد و اعدام 2 زندانی در زاهدان. اعتصاب مغازه‌داران بازار لاله‌زار در تهران در اعتراض به افزایش مالیات. اعتصاب کلیه چاپخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های قزوین در اعتراض به گرانی و افزایش مالیات. اعتراض به افزایش قیمت سوخت در تهران، بهشهر، مهاباد، قزوین و اهواز. رژیم ضد بشری آخوندی روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 2 زندانی را در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخت. آنها روز سه‌شنبه 2 اردیبهشت ماه به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. دیکتاتوری آخوندی طی 8 روز گذشته بیش از 30 زندانی را در شهرهای مختلف اعدام کرده است. رژیم ضد بشری آخوندی حکم اعدام 3 زندانی سیاسی هموطن کرد را به وکیل تسخیری آنها ابلاغ کرد. اتهام این 3 زندانی که محمد کیوان کریمی، امجد صالحی و امید پیوند نام دارند، فعالیت‌های مذهبی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همکنون پرونده این زندانیان سیاسی به دیوان عالی رژیم ارجاع شده است. هر 3 زندانی توسط دشخی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه ارتجا، طی چند دقیقه محاکمه گردیدند. کسبه و مغازه‌داران خیابان لاله‌زار تهران صبح روز یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به نرخ افزایش مالیات، کرکره‌های مغازه‌ها را پایین کشیدند و اعتصاب کردند. مغازه‌داران به رغم حضور گسترده ماموران انتظامی و تهدید و فشار آنها، دست از اعتصاب بر نداشتند و بر خواسته خود تأکید کردند. کلیه چاپخانه‌ها و قهوه‌خانه‌های قزوین روز یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به گرانی اجناس و مالیات‌های سنگین دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. به دنبال اعلام افزایش قیمت بنزین، کامیونداران مشغول به کار در کارخانه‌های مختلف قزوین از جمله کامیونداران کارخانه سیمان و کچ قزوین روز شنبه 6 اردیبهشت در اعتراض به افزایش قیمت گازوئیل دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. جمعی از رانندگان تاکسی در شهرستان مهاباد روز شنبه 6 اردیبهشت در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. همچنین جمعی از کامیونداران شهر خلخال در اعتراض به افزایش نرخ گازوئیل از بارگیری خودداری کردند. کلیه رانندگان تاکسی در شهرستان بهشهر در استان مازندران روز شنبه 6 اردیبهشت در اعتراض به گران شدن بنزین دست به اعتصاب زدند و از تردد در سطح شهر خودداری کردند. رانندگان تاکسی در اهواز در اعتراض به گرانی بنزین در سراح خرمشهر تجمع کردند. رانندگان معترض روی پلاکاردی که در دست داشتند نوشته بودند: یک قطره بنزین گرانتر، مهمتر از یک قطره خون ما. جمعی از کامیونداران باربری تهران روز یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص گازوئیل دست به اعتصاب زدند و از ارائه خدمات به خصوص به تجار بازار خودداری کردند. جوانان خرم‌آباد در اعتراض به گرانی بنزین به تحریم بنزین در این شهر برای روز چهارشنبه 10 اردیبهشت فراخوان دادند. بنا به گزارش‌های دریافتی این فراخوان مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته است. در آستانه روز جهانی کارگر، کارگران شرکت تعطیل شده گروه صنعتی فلات کوهرنگ در شهر کرد به همراه تعدادی از کارگران اخراج شده شرکت لبنیات پاکپی در مقابل دفتر امام جمعه رژیم در این شهر و سپس دفتر سعید زمانیان نماینده مجلس ارتجاء تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض اعلام کردند خواهان مطالبات عقب افتاده خود از این دو شرکت می باشند. کارگران اخراجی کارخانه مینو در خرمدره زنجان روز یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به اخراج کارگران رسمی و اخراج و بیکاری کارگران فصلی در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند. بازنشستگان ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود روز شنبه 6 اردیبهشت در مقابل ساختمان امور بازنشستگان رژیم در اصفهان تجمع کردند. بنا به گزارش‌های دریافتی، کارگران و بازنشستگان در جلسه‌ای که در وزارت کشور رژیم در تهران برگزار شد، به مصادره سرمایه‌های کارگران توسط رژیم اعتراض کردند و جلسه را به تشنج کشاندند. اسحاق جهانگیری، معاون آخوند روحانی، برای ساکت کردن کارگران به آنها وعده می‌داد که با شما جداگانه در این رابطه صحبت خواهم کرد.
اما کارگران توجه نکرده و به اعتراض خود ادامه دادند. در این جلسه بیش از 4000 نفر از کارگران و بازنشستگان حضور داشتند.